سلام دوشنبه 14 مرداد 1392 5 آگوست 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم اما پیش از صحبت 14 مرداد روز صدور فرمان مشروطیت مهمترین حادثه 100 سال اخیر ایران رو خدمت شما تهنیت ارز نکته اول اینکه دیروز مراسم تحلیف و سوگند خوردن آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد همزمان آقای روحانی کابینه خودش رو هم معرفی کرد نکته سیاسی مهم باز هم این بود که آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در این مراسم حضور نداشت در مورد کابینه آقای روحانی که معرفی شده نقطه ضعفی که اولین نکت است به چشم میاد حضور آقای پور محمدی در وزارت دادگستری است که به گفته مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی نشونگو معرفی کرده به هر صورت بدنامی آقای پور محمدی سابقه جنایتکاری او کسی که از 18 سالگی به بعد در مسئولیت دادستانی و معاونت وزارت اطلاعات عامل قتل شکنجه و کشتار صدها نفر بوده نقطه ضعف بزرگی است که به پیشانی کابینه آقای روحانی قرار گرفته و به نظرم اشتباه ایشون بوده و باید زیر بار چنین بدنامی نمی رفته. نکته یه دوم در مورد کابینه آقای روحانی این است که تعداد آدم هایی که پیشینشون یا عضو وزارت اطلاعات بودن یا به نوعی با وزارت اطلاعات مربوط بودند و همکاری میکردند در این کابینه زیاده از جمله غیر از آقای پور محمدی که معاون وزارت اطلاعات و از دستن در کاران کشتار سال 67 بوده آقای ربیعی هم وزیر پیشنهادی کار در یک دوره معاون وزارت اطلاعات بوده آقای ظریف وزیر پیشنهادی خارجه با سعید امامی مرتبط بوده و برآمدنش در وزارت خارجه با توصیه وزارت اطلاعات دوره آقای معاونت سید امامی بوده سید محمود علوی که خب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شده فضلی وزیر کشور که سهمیه آقای لاریجانی هست در دوره‌ای که معاون صدا و سیما و قبل از اون هم بوده همکاری نزدیک با اطلاعات داشته و به خصوص ساختن برنامه علیه اصلاح طلبا و اون مسائل افتضاحی که در صدا و سیما پیش اومد خیلیش زیر سر ایشون بوده علی جنتی سابقه اطلاعات داشته و حسین دهخان وزیر دفع پیشنهادی دفاع هم ارتباطاتی داشته به این ترتیب این کابینه شاید بیشترین کابینه ای باشه که این چنین ارتباطات و پیشینه اعضاش با اطلاعات داشتن نکته دیگه این که در این کابینه هیچ زنی عضو نیست نسبتا کابینه متوسط سنش بالاست و مسن و همونطور که پیش هم میشه دعوای اصلی بر سر وزیر نفت خواهد در خواهد گرفت در مجلس چرا که هم بیت رهبری از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و سرمایه گذاری نفت که از طریق مؤسسه ری که واگذار به ادارش به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده در وزارت نفت منفعت دارند و هم سپاه به خصوص دست گشاده در وزارت نفت دارند که از میلیاردها میلیارد دلار منافع محروم میشن و حداقل این است که نامحرمی میره و دزدی ها و فسادهاشون رو خواهند دید نکته این که چهار سال پیش هم بر سرش کودتا کردند و اون کشدار و شکنجه ها و سرکوب ها و زندانی ها رو کردند که هنوز ادامه داره بنابراین دعوا بر سر وزیر نفت و به خصوص شخص آقای زنگنه دعوایی جدی خواهد بود زمزمه های علیه آقای عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهر سازی هم مطرح شده چرا که اینجا هم جای دیگری است که پروژه های اون رو سپاهی ها از وزارت راه خیلی هاشو گرفتن در وزارت نیرو هم مقدار زیادی دست دارند به هر حال آقای آخوندی در اون دعواهای بعد از انتخابات مثل آقای زنگنه نماینده کاندیداهایی بودند که معترض بودند. در آقای احمدی آقای روحانی یونسی رو که برای وزارت اطلاعات و کشور مطرح بود ترجیح داد که معرفی نکنه و او رو به عنوان معاون سیاسی امنیتی خودش منصوب کرد. عربستان برای این مراسم تحریف عمر البشیر از سودان رو که به قصاب دارفور معروفه اجازه عبور هوایی از روی خاک عربستان نداد لذا او به این مراسم نیامد البته واقعا شرماوره که کسی مثل عمر البشیر رو دعوت بکنند به ایران کسی که تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری است احمدی نژاد هم شاید به عنوان آخرین کاره بی غیر قانونی خودش مطالب سایت ریاست جمهوری رو به سایت شخصی خودش منتقل کرد نکته دوم این که کمپانی رنو هم برای صدور قطعات به ایران به مشکل برخورد کرده و به این ترتیب صنعت خودروسازی در بزرگترین خودروسازها در ایران به مشکل خورده و صحبت از ورود لادای روسی به ایرانه که ماشینیست عقب افتاده و فاقد استاندارد احتمالا خود ایران خیلی خیلی بهتر از شرکت لادای روسی میتونه تو صنعت خودروسازی حرفی داشته باشه و تولید بکنه وزارت بهداشت هم اختار کرده که مصرف سرانه شیر 14 درصد کاهش پیدا کرده و این میتواند موجد و مولد بسیاری بیماری ها مثل پوکی و استخوان و مسائل دیگه برای تمام کشور باشه شرکت اوربیت هم که از شرکت های واسطه است که روی اینترنت بلیط هواپیما رزرو می کنند برای پرواز به ایران یا از ایران عنوان کرده که بلیت تونه رزرو بکنه به دلیل تحریم ها و ترجیح داده که خودش رو از ایران کنار بکشه آقای وحیدی وزیر دفاع هم حسب وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد هم عنوان کرده که به زودی موشکای بالستیک و کروز پرقدرت با تخریب بالا به نمایش در میاد که ساختیم و خلاصه در این وضعیت اقتصادی کشور میلی خدا میدونه چند میلیارد دلار صرف توسعه این جنگ و نظامیگری شده. نکته سوم این که پدر حسین رونقی احمد رونقی ملکی رونقی ملکی هم به دادستانی تبریز احضار شده و بهانه هم در واقع کمک است که به زلزل زدگان آذربایجان صورت می گرفته. سندیکاهای های جهانی و تعدادی از سندیکا های بریتانیایی هم نامه ای رو به آقای روحانی فرستادن و از او خواستند که ایران مقاول نامه های سندیکای آزاد حمایت از حقوق سندیکایی و حمایت از حقوق, حقوقهای متعدد کارگران رو امضا بکنه همینطور خواستار آزادی فعالین جنبش کارگری از جمله رضا شهابی و علی نجاتی و دیگران شدند شیرکو بیکس شاعر نامدار کرد هم در سن 71 سالگی دیروز درگذشت. عباس یزدان پناه یا یزدی کسی که در پرونده استات اویل نام او مطرح شده بود چندی پیش به خبرها آمد که از دوبه دزدیده شده توسط جمهوری اسلامی به ایران برده شده دیروز بریتانیا اعلام کرد به دلیل اینکه او تابعیت دوگانه داره و پاسپورت بریتانیایی هم داره مسئله رو با دقت دنبال میکنه در پاسخ آقای عراخچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد که این رو از خبرها شنیده ولی اطلاعی نداره ولی قول داد که بررسی میکنیم و نظر خواهیم نکته چهارم این که سخنگوی جبهه حامیان مرسی در مصر به نمایندگان اروپایی و امریکایی عنوان کرده که برکناری مرسی رو و اگر وقتی ملت میخوان حاضریم بپذیریم به شرطی که ارتش دخالت نکنه و کنار بره و اجازه بده قانون اساسی اجرا بشه و اما نکته آخر این که آقای احمدی نژاد در صحبتهایی که دم منزلش ایشون برای اهل محل کرده نکاتی رو گفته که خیلی خیلی جالبه ایشون از جمله گفته که یک فردی به نام حاج آقا لطیفی رابط امام زمان با آقای خمینی بود و هم او بود که به آقای خمینی پیغام آورد که روز 21 بهمن به مردم بگه توی خونه ها نمونن و بیان توی خیابونا زمنان ایشون یعنی آقای احمدی نژاد فرمودن که من کدها و اطلاعات گسترده ای از آنها منظور اسرائیل و آمریکا دارم که علیه امام زمان تنظیم کرده و عمل می کنند. اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفق و فقط سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی